اون طرف مهدی رو داریم که هول شد و باز کبابا رو ریخ روی زمین. دقیقاً جایی که گربه ها پیپی میکردن. ارتقایشون. ما بزرگ ما بواسیل و فتح خود. درد محمد دوباره شروع شده بچه ها. مال مرفه هاست. ما بلد نیستیم. صندلی ثابت فقط. توی سریال سوختم سکینانه. حالا میریم برای هم زدن. جونم کارو بگی. این حجم از شیرموز رو هیچ جا ترو نمیدارم. هیچ قرصی درستش نمی کنه. یه جوری حساسیتم عود کرده که فقط خودم میدونم چه حالی دارم، هیچ کس دیگه نمیدونه. دیشب طالبی خوردم، یه ذره هلو خوردم، کوکو بادم جون خوردم و تمام اینا باعث شد که من الان این حالو داشته باشم. در حالت عادی که کلن حساسیت دارم به خاطر موی گربه ها و اینا، ولی خب انقدر نیست شدتش. دیشب حتی کهیرم زدم. صبح که بیدار شدم حالم بهتر بود، الان ولی واقعا حالم بده. قرصی هم که همیشه میخورم دیگه جواب نمیده. نمیدونم باید چی کار کنم. حسین علی نبویان هم اینجا داره برای ما شیرموز درست میکنه. همون نه، برای خودم دارم درست میکنم. من چی؟ میخوری؟ معلومه که میخورم. یه موز دیگه بده. در کشو هم باید ببندیم بعد اینکه چیزی از توش برمیداریم. کار دارم. میریم واسه خورما. جونم کارو بگیم. هدایه انتظار داری در میاریم. ماما شیرموز دستش به کم نمیره. جونم خورما رو بگیر. ماما شیرموز اگر تا آخر هفته بگی از سمت تنین اومدی مثل سگ از مغازه میندازیمتون بیرون. برای چی خوب؟ چقدر بی‌شخصیت این همتون. من یه قانونی دارم. حالا میریم برای هم زدن. جونم کار رو بگیر. این حجم از شیرموز رو هیچ جا ترو نمیدم. جونم داره هم میخوره. عمو تنین انقدر ملاتش زیاده هم نمیخوره. جونم کارو بگیر. عمو سگ پس تیستر بیا ببین چی شد. ببین این مریش کنم هم نمیریزه. نه نمیریزه. من دارم میمیرم. همه بچه ها بیاین اینجا این معجون رو بزنید کمرتون پرشه. کارو بگیر. برای منم یه ذره بریز. چشم عمو تنین سگ پس تیستر بفهم. مرسی. بسه. ببین یک کثافت کاری داره میکنه الان نشونتون میدم. جونم یه جوری شدم. اگه تا آخر هفته بیاد چیرموزی ما احتمالاً بسته ایم. دارم میرم مسافرت. جونم کارو بگیر. این بقیهش هم که مونده میدیم به بچه های کار. ولی بقیهش نمونده که همه چه خوردیم. جونم کارو بگیر. گلیم زنه شوهرم. عمو سکین چرا هیکل این شکلی کردی؟ واسه شیرموز دیگه. تا خوردی این شکلی شدی؟ آره. جدیدم نودل این شکلیه. خب
بعد واسه همین من وقتی خیلی گوشتم میشه زودتر از محمد، من یه نودل میزنم تا بریم ببینیم نهار اصلی چیه. معمولا که این شکلیه، این نودل ها کلا خیلی راحت تر از اون یکی هست، برای خودش جا داره توش، فقط یه ذره آب جوش میریزی پی پای پای تموم شد را. رفتی ماندم غریبانه، سوختم سکینانه، به دادم نمیرسی دیوانه، رفتی مرا با خود نبردی. بچه ما اومدیم فروشگاه بانیو، بعد یه فروشگاهیه که کلی لوازم خونه و اینا داره. حالا چی شد که اصلا اومدیم اینجا؟ من میخوام برای تیچت یه سری تغییراتی بدم و اینا، بعد اومدیم توی فروشگاهی که لوازم خونگی داره ببینم چیزی میتونم پیدا کنم. همین دیگه، یه بارو که رفتی یا علی یا علی داشتم میموردم. تو عبالفت یه تونه این رو برای من بگی. تو رو خدا باشه، باره دنبال چیزی که میخوای بگرد، باشه انللی تنللی نکن. یه قیبی بشی؟ نمیخوام. سیگان ساینه بزرگ، ول کن خودتو ول کن، یه پارو بذار اینجا دیگه. نه برو عقب، چرا میگه جلو؟ پس این جای چیه؟ بابا تو یه ذره خودت تکون بده، بعد پاتو بذار اونجا. ول کن خودتو که اون بره عقب. ما کار با اینا رو بلد نیستیم عزیزم. این مال مرفه هاست، ما بلد نیستیم. ما صندلی ثابت فقط بلد. توی سریال ها دیدی همیشه از اینا میذارم برای آدمای پولدار. جمیل شیخی میشه سرو اینا. ببین چیزی که من مد نظرمه اینه که ما یه میز داشته باشیم، میکروفونمون رو بهش وصل کنیم، بعد پادکست رو اون فرمی بگیریم، بعدم دو تا صندلی کنار میز و اینا باحال میشه. چیزی که من میخوام تقریبا این شکلیه و جنسش همینه، ولی این همین که به درد من نمیخوره، چهار تا صندلی و اینکه خیلی هم بزرگه. خب ولی جنس همینه، مدل همینه. چی میگه همینی که من میخوام اینه؟ خب دارم میگم دیگه، گفتی چیزی که من میخوام اینه، ولی هم بزرگه، هم گرونه، هم جنس، هم چهار تا صندلی داره و قیمتش هم گرونه، یعنی نمیارزه به اینکه من فقط به خاطر میزش اینو بخرم. چنده؟ شیکای نای اوی نمیارزه واقعا. نتونستیم به خریدمون ادامه بدیم واسه اینکه درد اومد سراغ محمد و حالش بد شد، مجبور شدیم زودتر بریم از اونجا. متاسفانه درد محمد دوباره شروع شده بچه ها، یه درد نیمچه جدیدم هست و همینطور که قیافش رو میبینید درد داره. حیوانی محمد یه دختره داره بهت نگاه میکنه، حرکاتی که میکنی حتی به هم دیگه نشونش فقط باید عمل شه که عمل نمی کنه. من هیچ وقت زیر بار تیغ جراحی نمیدم. نه دیگه باید برید دیگه، اون موضوع تو هیچ وقت خوب نمیشه. باید بشه بچه، حتی اگه عملم کنه خوب نمیشه. میدونستین اینو؟ ولی برای یه تایمی بهتره. چرا سالان ما رو نمیارن؟ فکر بچه ها میدونن درد تو چیه؟ آره کونمه. آره میدونن کجاشه ولی نگو. سول میدونن. اگه میدونن که نگم. نه میدونن. سالاد ما ما جامون عوض کردیم. وای ما جامون عوض کردیم. پاردون چوی پاردون تشکر. پاردون ایده آچه تلالا بلیمیز
یه دونه حشره نشسته اینجا. خب برش را داره میره کم کم تو دهنت. رفت رفت. اوکیس بوشته اون آدمه. چی الان باید بریم وطن؟ محمد محمد من ادامه نگاه کن. تقریبا هر چند وقت یه بار میایم وطن. فروشگاهی که پر از آیپد، مکبوک، تمام وسیله های اپل و برند های دیگه هست. و چون محمد عاشقشون به ما میان. اونا چرا؟ فقط ما باید بیان. هیچی هم نمیخریم، ما فقط نگاه میکنه. از این بیشتر کجا میریم؟ چیه تراسیتی اونجا؟ میدیا مارکت. الکی فقط بریم نگاه میکنیم. این این اسکولو فقط. مثلا الکی به تلویزیون ها نگاه میکنیم. تلویزیونی که اصلا به درد ما نمیخوره، اصلا ما احتیاجی نداریم. عاشق اینجور جاست. قیافه رو چشاش قلب شده. تلویزیون باید بزرگترین سایز موجود در بازار رو بخره آدم. نظر من یعنی ربطی نداره به اینکه به خونت بیاد، به اندازه خونت. یه اتاق 3 درصد هم شما میتونید تلویزیون 100 اینچ بذارید و لذت دارید. شما میرید سینما، پرده متناسب سالونه. بله ردیف اول بشینی. چی؟ ردیف اول نباید بشینی. گم شو. حساسیت دارم. خب تازه هم حساسیت هم خوب شده. هلو؟ آره. ولی زردالو. هلو از این هلو نمیتونم بگذارم. تا یه تایم زیادی محمد دردش خوب شده بود. اون چه وقت پوست کندنه؟ حتی که اونا خرابه دیوونه. محمد دردش خوب شده بود و همش هم هی میگم تانی ببین من چیکار کردم، آب زیاد خوردم، فلان کردم، پشتم خوب شده اینا. منظورش کنم. بعد من همی گفتم نه ما باید عمل کنیم، این اگه الانم خوب بشه موقتیه، باید عمل کنیم تا زمانی که دوباره امروز گرفت. و امروز یه چیز جدیده بچه ها، اون قبلیه نیست. من چی محول جزایر امراض کنو دارم من. این اصلا از کجا شروع شده این مریضیه؟ مثل که همون نشستن پای تدوین و اینا. نه البته ارسیه. ارسی که هست ولی این موضوع بدترش کرده. همه با بزرگاشون زمین و ملک و خونه براشون به ارث گذاشتن. با بزرگی ما بواسیل و فتخ و شقاق و هموروئید و پیستول بعضن. با یه بیمارستانی ما صحبت کردیم. اینجا که خیلی گرونه بچه ها. اینجا چند هزار تا؟ اینجا؟ آره آنادولو. آنادولو یه بیمارستان خیلی خوب و دولتی نیست. یه عمل سرپایی بکنی بکنم. سرپایی که نه، یه عمل خیلی معمولی بکنی بعد نزدیک 200 میلیون تومان بدی. یعنی من دکتری که میخواد ایران عملم کنه براش بلیط بگیرم، بگم بیا اینجا منو بغل کن، بردار ببر بسن تو هواپیما رو پات، حواستم به هم باشه، بعد ببرم ایران بذارتم تو هتل، برم گردون بیار آنتری، ارزونتر برام در میاد. واقعا ارزونتر میشه. بعدم زنگ زدیم ایران، یه تایمی خیلی دردش شدید شد دیگه، گفتیم بریم ایران عمل کنیم. زنگ زدیم بیمارستان و اینا، دکتر اینا پیدا کنیم. خانمه گفتش که حدودی 4.5. چهارونیم یه زیبایی کنه تنظیمش هم میکنیم، بالانسه. آره یه سر چیزای اضافه هم هست، لپای کنش هم براتون بالانس میکنیم. خیستی هم خواستی بده
همون روزم بیای بگی سلام، همونجا عملت میکنیم، اصلا وقت مخت نمیخواد. کنی یه هایی اومدیم پیک پیک به لطف فرما و مهدی. به مناسبت روز بزرگ داشته دروازه بزرگ چیزه میگه انتخابات رئیس جمهوری ترکیه هنوز نشده که انتخاب نکرده شب معلوم میشه دیگه. این مهمونی رو سکینه و سهیلا برگزار کردن. افتخارشون خوب هم برگزار کردیم. شاید داریم آبا که بریم بادا من آبی رو من گوجه سبز رو خواهیم خب بسه کسی مشکی رو همون زیر در بیارید. عالی شده دست شما در خواهش میکنم قربون شما بفرمایید خواهش میکنم گوجه تو خواهیده خواهی شما وسط کار توری کباب باز شد و همش ریخت رو آتیش. هیچ کس نمیدونست باید چی کار کنه که یهو فریجان وارجان اومد وسط. محمد معمولا به جای کمک کردن غر میزنه مثل همیشه. آرمانم اومد جانوارجان بازی در بیاره که گن زد و دستش سوخت. اون طرف مهدی رو داریم که هول شد و باز کبابا رو ریخت روی زمین. الانم داره جمعشون میکنه. انگار نه انگار اتفاقی افتاده. مهدی میدونستم نباید بهت اعتماد کنم. ببینیم گوشت اصلا به نظر من قابل استفاده نیست. من ترجیح میدم همین خیار مانه رو مطمئن بودم تو نمیخوری. مطمئن بودم. یعنی امکان نداره یه دونش رو تست کنم. چقدر بهم بدن بخورم اونو؟ اگه 2 میلیارد بهم بدن اونو میخورم. من چون گلر گوش بدم میاد نمیخورم، وگرنه 2-3 میلیون هم بدم میخورم. خب بریم ببینیم که این گوشی که افتاد زمین دقیقا جایی که گربه ها پی پی میکردن بچیش و زمانی که سگا هم اینجا بخورم. حالا این دارم تعریف میکنم بذارم بخورم. خیار واقعا خوشمزه است. اصلا نمیتونم تصور کنم بخورم. بابا آتیش آلودگی ها رو برد. نه ولی افتاد زمین. خب بعدش میگه نه نه خیار با نعنا. راضی نمیشه. مطمئن بودم که راضی نمیشه. من بذاری یعنی حتی حاضرم 3 روز گرسنه بمونم. نه اصلا نمیتونم بهش فکر میکنم حالم بد میشه. احساس کنم معدم حالش بد میشه.